سلام بیننده عزیز، برنامه هفته است. شرایط وزنین یا به کسی و محتاجی چرا صفی طالبنده ها در تاجیکستان می افزاید؟ در استودیو با شما شهرتی رحمت الله. رسانه های کشور از تنگی روزگار، صفی بیکاری و زیاد گردیدن طالبنده ها می نویسند. سماره فرج در یک گزارش خود به خصوص از زیاد گردیدن طالبنده ها در ولایت ختلان می نویسد که در کوچه و خیابان و بازار مرکزی مأموریت ولایت ختلان نفرانی زیاد به طالبندگی مشغولند. اکثری افرادی که در کوچه و بازارهای شهری باختر طالبندگی میکنند، سنشان از 60 ساله بالاست. حتی در بین آنها کودکان نابالغ و زنان میانه سال نیز به چشم میرسد. بیش از 10 نفر طالبنده ها به خبرنگاری فرج گفتند که تنگی روزگار، نگاه و بین نشدن از جانب فرزندان، با مهاجرت مهنتی رفتن و برنگشتن شوهران به کسی و معیوبی آنها را وادار کرده است که در کوچه و خیابان ها نشسته از مردم کمک طلب کنند. یکی از آنها تاجی‌نژاد صادقاوه واده نوحیه قبادیان که در نزد بازار فراوان به طالبندگی مشغول است میگوید: سه فرزند دارم. فرزندی کلانیم پسر است و در یک صدمه نقلیاتی مجروح شد. خودم نیز معیوبم که 120 سومانی نفقه میگیرم به هیچ چیز نمی رسد. در ادامه این مادری محتاج می گوید: برای نگاه و بین فرزندانم و برای خریداری دارو، لوازمات مکتبی، کتاب و قلم و خوراکهشون هر روز به کوچه برآمده و از مردم کمک طلب می کنم. بجز طالبندگی دیگر چاره ندارم. روزه تا 20 سومانی جمع میکنم. متاسفانه روزه میشود که یک سومانی هم پیدا نمیکنم. مثل من چونین کسانی که به کمک مردم نیاز دارن امروزها خیلی زیادن. ساکینی دیگر از شهر باختر با نام ملیکه گفته است: شوهرم به روسیه رفته دیگر بر نگشت و با دو فرزندم تنها ماندم. فرزندی کلونیم در مکتب رقمی 12 شهر باختر تحصیل میکند. او را مجبور کردن که پول کتاب هایت را بیار و من برای دادن پول کتاب فرزندم و تامین زندگی با کوچه برآمده طالبندگی میکنم. خودم معیوبم و در عربچه معیوبی نشستم. حالت های نیز موجود است که بعضی ساکینان راه پول کارکنی را از حساب پیرانسالان و معیوبان روز میبرند و یا با استفاده آنها پول به دست میارند. چند پیش وزارت کارهای داخلی با انتشار خبر سه ساکن ناحیه رودکی را بازداشت نمودند که با استفاده از درماندگی موی سفید مشغول طالبندگی بودند. به قول مرکز مطبوعاتی این وزارت، این سه نفر بجز از این دیگر شغلی معین نداشته، با جسم و بازوی تنومند و سالمی خود تنها به طالبندگی مشغول می شدند. هر روز با این راه مبلغی معین جمع آوری نموده بین خود تقسیم می کردند. گذشته از این، طبق خبرهای نشر گردیده وزارت کارهای داخلی، شهروندان هم بوده اند که برای پولکارکنی مردم را فریب داده خود را معیوب وانمود کرده دست به طالبندگی می زنند، ولی در اصل سالم هستند. همین طور خبرهای نیز نشر شده بود که دادگاه مدیری مکتب اینترنت ناحیه شهری توسی ولایت ختلان قربان علی نبیف را برای لطوکوب خواننده مکتبش جریمه کرده است. گفته می شود او سهراب نام طلبه صنف هشتمی همین مکتب را به اتاق کاری خود درآورده، با سبب گویا به طالبندگی مشغول بودنش با چوب زده است. چند روز قبل در شبکه های اجتماعی ویدیوی نشر گردیده بود که دیده می شود دو کارمند میلیسه یک جوان را به زور داشته می برند. در اول نوشته بودند که جوان را به خدمت می برند، پسان وزارت کارهای داخلی در یک اظهاراتش گفت آن جوان به طالبندگی مشغول بوده است. حالا بگذاریم، چون موضوع ما فراتر از این است. در حالی که بعد از بسته گردیدن مرزها با روسیه، صفی بیکاران در تاجیکستان زیاد گردید و عین زمان اکثری شهروندانی که به مردکاری می رفتند نمی توانند زندگیشان را پیش برند، مجبور دست به کارهای سیاه بزنند. برای از بین بردن این مشکلی اول باید حکومت دست به کار شود و خود را هرچی می تواند از نیازمند بودن به کمک های خارجی و سازمان های بین المللی تا حد می تواند کم کند و قرض های هنگفته که مثلا بالای سر دارد اونها را مثلا پرداخت کند و رو بیارد به امکانات و مثلا سرمایه داخلی و اون رو تبدیل کند به یک نمیدونم رشد اقتصادی در کشور. اما اینکه شما از نگاه اسلام در رابطه با این مسئله پرسیدید، باید گفت که اسلام با شدت
تمام در مقابل این پدیده و این مشکلی مبارزه میبرد و در طلبندگی به اصطلاح و دست نیاز دراز کردن به جانب غیران ناجائز میداند و نهی میکند، معن میکند، مگر در حالت ضرورت برای شخصانی که در حقیقت محتاج هستند و توانای کار عمل ندارند. نه تنها اسلام این کار مثلا معن میکند و مثلا یعنی تنها به نصیحت کردن و مثلا نهی کردن اکتفا نمیکند، بلکه مثلا دست به کارهای عملی در رابطه با این مثلا میزند که اولین کار عملیش این است که تشویق به کار عمل کردن و از راه کسب حلال روزی به دست آوردن و در آیه های قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید میکند و خود پیامبر هم در دعاهایش در مثلا احادیث زیاد داریم که از فقر و ناداری به خدا پناه میبرند. در شهر دوشنبه بعد از تعیین شدن رستم امام‌علی به شهرداری دوشنبه، طلبنده‌ها را در کوچه‌ها بازداشته به شعبه‌های میلیسه می‌برند و آنها را جریمه می‌کنند و آن پولی را که خود از مردم طلبیده است جریمه می‌سپارد. تاجیکستان بپیش، بپیش، بپیش. این دست نیاز دراز کردن به جانب غیر برای درست نیست، جایز نیست، مگر برای سه نفری که اون واقعا محتاج هستن. یکی فقری واقعا فقیر و نیازمند است و دیگری که قرضداری و سخت است و دیگری که مثلا چی بگیم یک بیماری است که نمیتواند که مثلا دست و کار بزند. در اینجا میبینیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نه تنها برای اون مرد مثلا طلبندگی رو معنی میکنند یا اینکه مثلا یک مقدار کمکش براش میکنند تمام، بلکه اون مرد رو راهنمایی میکنند، برایش برنامه میریزند، مثلا شکل عمل کردن رو برایش معین میکنند و برایش مهلت میدهند و اون مرد به این شکل مثلا روح زندگی خود رو میابد. یکی از مشکلی های اقتصادی که جهان امروزه رو به تشویش درآورده است این کم بیزاعتی به شمار میرود، مخصوصا در زمانی پاندمی کرونا ویروس. کارشناسان هم میگویند کشورهای مترقی جهان برای اقتصادیاتشان نگران هستند و تاجیکستان که اقتصادیاتش به این هم نااستوار است، البته در این جریان شماره شخصان کم بیزاعت روز به روز بیشتر میگردد. حتی ریسورس داشته باشد هم غیر باوریناک است که با مردم کم بیزاعت کمک کند، زیرا برای حکومت کنونی پول این چیزی خیلی شیرین است. اگر چه مثال گوییم یگان بانک جهانی، بانک اروپایی و حکومت تاجیکستان کمک در نمود پول نقد کنند، گوید با مردم تقسیم کن، در این حالت هم مثال میگیم اون را با محصولات عوض میکنند، روغن و برنج تقدیم میکنند، لیکن پول نقد به مردم دادنش غیر امکان است. یعنی همین را گفتنی هستم که از حکومت تاجیکستان کمک پولی انتظار شدن برای مردم نباید، زیرا این حکومت با گرفتن عادت کرده است و با دادن نه. حتی از همین پاندمی کرونا ویروس استفاده برده از مردم تاجیکستان پول کار کرده ایستادن با هر گونه راه ها. در تاجیکستان طبق آمار رسمی 27% اهالی کم بیزاعت است و 182,000 خانواده احتیاجمند گفته می شود. بر اساسی آمار رسمی سال 2018 معیار افراد کم بیزاعت در کشور 80,000 گفته می شد که طی این دو سال دو برابر افزوده است. علاوه بر این با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه، احتمال می رود شماره خانواده های کم بیزاعت بیشتر از این است. این در حالی است که در سال 2018 بانک جهانی برای ساکنان کم بیزاعت کشور حدود 1.8 میلیون دلار کمک کرده بود و چند پیش در چهارچوب یک طرح کمک اجتماعی فوری به 50,000 خانواده کم بیزاعت تاجیک یاری یک دفعه این رسان که برای هر خانواده 500 سومانی مبلغ رسید و بعضی از ساکنان می گفتند نوبت های طولانی مردم هم برای گرفتن 500 سومانی در ولایت ها به چشم می رسید. اما قسمی از این ساکنان که آنها را همچون کم بیزاعت ثبت نام کرده اند گفتند که تا هنوز این مبلغ را ندیده اند و نگرفته اند. ماهای آخر تقریبا در رسانه ها شکایتی ساکنان زیاد به نشر می رسد که مقامات با آنها کمک نمی کند و آنها را همچون افرادی کم بیزاعت بر روی خط وارد نمی کنند.
Барои мисол, радиои Озодӣ чанд моҳ қабл дар сомонааш аз шикояти як сокини 45-солаи ноҳияи Рашт навишт, ки Давлатхоҷа холоф мебошад ва барои гирифтани кӯмак ба дари идораи ҷамоат меравад, ҳамчун камбизоат мехоҳад аз 500 сомоние, ки Бонки Ҷаҳонӣ барои афроди мисли ӯ ҷудо кардааст, бенасиб намонад. вале кӯшишҳояш натиҷа надодааст, чун барояш гуфтан ҳуҷҷатҳояш дар баррасӣ аст ва номаш ҳоло ба рӯйхати шахсони камбизоат шомил нашудааст. ин ёри якдафъаинаи Бонки Ҷаҳонӣ аз сӯи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо ҳамоҳангии бахшҳои ин вазорат дар вилоятҳову ноҳияҳо ба камбизоатон дода мешуд. ҳамин тавр сокини 51-солаи дигаре аз шаҳри Душанбе чанд рӯз пеш хабар дод, ки баъд аз марги шавҳараш бо як писар танҳо монд ва солҳост зиндагии фақирона дорад. ӯ мегӯяд, хонаводаашро дар рӯйхати афроди камбизоат ворид намекунанд ва давлат ҳам ҳеҷ кӯмак накардааст. Қиматгул Сафолова кори муайяне надорад, дар хонаи ҳамсояҳо кор мекунад ва ба ӯ ва фарзандаш ҳамсояҳояш кӯмак мекунанд. ҳаминҷада ҷонкас, ки ҳамин барости худаш шава, ҳаминҷада зиндагӣ шава, кнабиёва бихра худаш. سلامتی نزد نیست به خدا پاچون در میکنن همه جون در میکنن به خدا طبق معیار بانک جهانی شخصی که در یک روز کمتر از 20 سومانی برای خود خرج میکند فقیر شمرده میشود اما حکومت تاجیکستان این معیارها را قبول ندارد و کم بیزاعتان را بر اساس وضع خانه و در و هیئت آیله و میزانی درآمد شناسایی میکند تا حال بانک جهانی برای پیشگیری از کووید 19 و مبارزه با آن به تاجیکستان بیش از 11 میلیون دلار داده است. این نهاد عمومی جهانی مالی روز 8 ایون سال روان گزارشی را با نام دورنمای رشد اقتصاد جهان نشر کرد و در آن گفته شده است که اقتصاد تاجیکستان در سال 2020 رشد نمی کند بلکه برعکس کاهش یافته در سطح 2% زیر صفر قرار می گیرد. مخالفان باشد امسال را آغاز مشکلترین دوران حاکمیت رحمان می دانند. امروزها در دانشگاه ها و کالج های تاجیکستان طلب دارند که دانشجویان شرطنامه تحصیلشان را بسپارند وگرنه از دانشگاه اخراج می کنند. چند تن از دانشجویان دانشگاه ها و کالج ها به ازدو تیوی به شرطی ذکر نگردیدن نامشان گفتند که در دانشگاه و کالج ها به آنها گفتند تا مبلغ شرطنامه را پرداخت نکنید به ریتینگ ها راه دادن نمی شوید و از دانشگاه اخراج می شوید. این دانشجویان در ادامه ابراز داشتند که حالا امکانی پرداخت مبلغ دانشگاه را نداریم. در صورتی پرداخت نکردنمان از دانشگاه خارج می کنند. چند سال تحصیلمان برباد می رود. دانشجویان میگویند وضعیت زندگیشان مشکل شده است و امسال نزدیکانشان که پرداخت تحصیلشان را بر دوش داشتند به روسیه رفتن نتوانستند. آنها افزودند که در برابر این در کشور کار یافتن هم آسان نیست که جای کار کنند. با یک مشکلی زندگی را پیش میبرند باید مسئولین دانشگاه ها این وضعیت پیش آمده را درک کنند. وقتی مبلغ نباشد آن را از کجا پیدا کنیم؟ دانشجویان به مسئولین دانشگاه ها گفتند شرایط پرداختش را نداریم. رهبریت دانشگاه در پاسخ گفتند بانک ها قرض می دهند، رفته از بانک قرض گرفته مبلغ شرطنامه را بسپارید. شرایط بانک ها حالا معلوم است که چند درصد مبلغ ایلاوگی دارند. در صورت 2-3 ماه دیر پرداخت کردن آمده خانه‌ات را می گیرند، می گویند این دانشجویان. آموزگار یکی از دانشگاه ها در شهر دوشنبه بدون آوردن نامش به ازدو تیوی گفت. در حقیقت این مشکل جای دارد. بیشتر دانشجویانی که عین حال در دانشگاه ها و دانشکده ها و کالج ها با طریق شرطنامه تحصیل میکنند، اگر آنها مبلغ تحصیل را پرداخت نکنند، آموزگاران نیز معاش گرفتن نمیتوانند. به همین خاطر رهبریت به دانشجویان گفتند که مبلغ شرطنامه را پرداخت کنید. این آگاهی است. کسی را خارج نمیکنند. تنها به خاطر ترس دادن دانشجویان گفتند. خارج میکنیم ولی به ریتینگ ها راه نمیدهند. در ادامه صحبت منبع ما ابراز داشت که دانشگاه ها و کالج ها نیز یگانه سرچشمه درآمدشان این پرداخت شرطنامه دانشجویان بوده است. او میگوید اگر وضعیت چنین ادامه کند و دانشجویان شرطنامه های خود را پرداخت نکنند، آموزگاران نیز معاش گرفته نمیتوانند. بعضی دانشجویان میگویند این فرمان وزارت معارف و علم است که به مأموریت دانشگاه ها دستور دادند تا دانشجویان را مجبور نمایند که مبلغ شرطنامه هایشان را پرداخت کنند، زیرا رهبریت دانشگاه ها از پیش خود کار کردن نمیتوانند تا
تا امر از بالا نباشد. در شبکه های مجازی زیر این موضوع ده ها کاربر هم اظهار ناراضگی کردند و نظرهای خود را در فیسبوک کاریدند. محیدین خیریدینوف نوشت دانشگاه و کالج ها یک طرف، در لیسه و گیمنازیه ها پرداخت نکنی پیشت میکنند. فرهاد شبازبیگ نام کاربر می نویسد والدین در زمان کووید 19 درآمد نداشتند، این را به نظر گرفتند در کار، پرداخت غیر امکان است. کاربر دیگری نوشته است مرا سال 2013-2014 دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان در وقت امتحان نیم ساله دوم از پشت مبلغ پیش کردند. قریب 10 سال است چنین روند ادامه دارد. اگر برای مارشیروفکا نروی برایت ریتینگ نمی گذاشتند. سوریا نازیمو و می نویسد این واقعیت است. اگر مبلغ شرطنامه را پرداخت نکنی اخراجت می کنند. نیگار نظروا کاربری دیگر میگوید بعد حیران نشوید که برای چی متخصصان کاردان و کارچلان ترکی وطن میکنند. دیگری با نام زلوی آچین زلوی گفته است آه چی میکنید پول میسپارید؟ به آن هم جای کار نیست، پول بیفایده خرج میکنید. ما هم از کاربری پرسیدیم که مسئله را رفشانتر شرح بدهد، گفت نه نمیخواهم که از دانشگاه برای اظهار اندیشه ام اخراجم بکنند. این در حال است که قبلا وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از مسئولین دانشگاه ها خواسته بود که به دانشجویان سبوکی ها بدهند. سنت الله امامو یک مسئول دفتر مطبوعات وزارت معارف بر رادیوی آزادی گفته بود وزیر معارف هنوز پیش از انجام سال تحصیل 2019-2020 به رهبریت دانشگاه ها دستور داده است در دوره پاندمی به دانشجویان سبوکی دهند. بینندگان گرامی برنامه ما ادامه دارد و میگذاریم به بخش دیگری همین موضوع که ساکنان را گرانی نرخی آذوقه‌واری در کشور نگران کرده است. ساکنان و فروشنده های بازارهای شهر دوشنبه از بالاروی نرخ محصولات نیاز اول نگرانی دارند. صاحبکاران عامل بالا رفتن نرخ محصولات را به بالاروی دلار ربط می دهند. مقامات تاجیکستان گفتند مسئله بالا رفتن نرخ محصولات را نظارت دارند و روزهای نزدیک نظر خود را در این باره ارائه خواهند کرد. ساکنان شهر دوشنبه تا یک ماه آخر از بالا رفتن نرخ آرد، روغن، تخم، گوشت، شکر و دیگر مواد نیاز اول نگرانی میکنند. به گفته آنها یک ماه باز ارزش این محصولات کم کم بالا میرود. فروشنده ها نیز این حالت را تصدیق کردند و یکی از آنها از مغازه شهری دوشنبه به شرط برده نشدن نامش به خبرگزاری سپوتنیک گفته است. به طور مثال نرخ یک خلطه نوهای گوناگون آرد حالا از 235 تا 245 سومانی ارزش دارد و از یک ماه قبل 10 سومانی فرق میکند. یک بشکه 5 لیتر روغن پیسته از نوع الینا که قبلا 68 سومانی ارزش داشت حالا به 75 سومانی یا به همین مقدار روغن پخته از 59-60 سومانی قبل به 65-70 سومانی برابر شده است. یک دانه تخم همین یک هفته قبل 80-90 درهم بود. حالا یک سومانی رسو است. یک کیلو شکر هم که یک هفته قبل 8 سومانی ارزش داشت حالا 50 درهم گران شده است. بالاروی ارزش مواد نیاز اول در دیگر شهر و ناحیه های تاجیکستان نیز به چشم می رسد. تاجران و خریداران دیگر مناطق نیز از گرانی ارزش مواد اولیه نگرانی می کنند. در همین حال از وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان به خبرگزاری سپوتنیک گفتند که وضع نرخ و نوای کشور را مورد آموزش جدی قرار دادند و روزهای نزدیک خلاصه خود را ارائه خواهند کرد. همزمان یک صاحبکار دیگر به شرط برده نشدن نامش گفته است. از بس که این نمود مواد غذایی از خارج کشور وارد می شود، خرید و فروش آن نیز با دلار پول بین المللی صورت می گیرد. قرب دلار که بالا رفت به طور خودکار تأثیر خود را به قیمت ها می رساند. بالاروی نرخ ها چند سبب دارد. سبب اولش این کمبود اسعار در کشور است که قسمی اعظمی آن به مزار سیاه کشیده است و در مزار سیاه قیمت دلار یا اسعار دیگر از بانک ها بیشتر است و در بانک ها مردم که نمیتوانند اسعار به دست بیارند از این خاطر میرند در مزار سیاه میخرند با قیمت بالاتر و یکی از سبب اصلی بالاروی قیمت ها به نظر من همین است. این هم حتما به ویروس کرونا دخت داده چون بنابر بحران در روسیه و قرنطینه از کار ماندن کارخانه ها و مشکلان در اقتصاد روسیه باعث شد مهاجرین نتوانند اسعار به کشور فرستند و کشور با مشکلی کمبود اسعار مواجه شد. سبب دیگر این یک بار بالاروی نرخ در بازار تاجیکستان این است که
این نرخو می توانستم مثلا از شروع از سه ماه قبل چه قدر بالا رفت، یعنی با کم کم بالا رفتن در ذهن مردم شدن، ولی بنابر انتخابات فکر می کنم حکومت نرخو را نگاه می داشت و بعد که انتخابات گذشت دیگر امکانی نگاه داشت این نرخ ندارد، بنابراین نرخو آزاد شدن و قیمت ها بالا رفتن. بانک ملی تاجیکستان در حال حاضر 1 دلار آمریکایی را برابر با 10 سومانی و 33 درهم معین کرده است. به اطلاع بانک ملی، قرب دلار تا 1 ماه اخیر جهش خیلی ناچیز به حد 2 درهم داشته است. اما در بازار سیاه قرب دلار از قرب رسمی به طور نظررس فرق میکند. صاحب کاران هم بارها شکایت کرده بودند که در بانک ها به قرب رسمی که بانک ملی معین کرده است نمی توانند دلاری کافی به دست بیارند. حالا در بازار سیاه 1 دلار برابر 11 سومانی و بیشتر از آن ارزش دارد. بینندگان عزیز، این بود رویدادهای طول هفته. ما هم تلاش کردیم تا موضوع ها را فشرده برایتان معلومات بدهیم و پایانی برنامه هفته است. خیر، تا برنامه های دیگر، خداحافظ.